سرخط خبرها. هشدار آمریکا به 8 کشور وارد کننده نفت ایران، معافیت 6 ماهه تمدید نمی شود. کانال تبادل مالی ایران و اروپا، وزیر خارجه آلمان می گوید در هفته های آینده کارش را شروع می کند. ویتنام در چنگ سردار آزمون، تیم ملی فوتبال ایران با 6 امتیاز سرگروه شد. و پایان یک فرار پرماجرا، به جای استرالیا کانادا به دختر عربستانی پناهندگی داد. سلام، به اولین بخش خبری امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. آمریکا میگوید معافیت 6 ماهه کشورهای خریدار نفت از ایران را تمدید نخواهد کرد. مهلت این معافیت در آخر ماه می، یعنی بیش از 3 ماه دیگر به پایان میرسد. آمریکا بعد از شروع دوباره تحریم‌ها به 8 کشور واردکننده نفت ایران معافیت 6 ماهه داده بود تا به تدریج وارداتشان را از ایران قطع کنند. تحریم‌های آمریکا در حال حاضر صادرات نفت ایران را به کمتر از نصف تقلیل داده. کسرا نانجی گزارش می‌دهد. وزیر خارجه آمریکا دیشب در ابوظبی، بخشی از سفر 8 روزش به منطقه، یکی از مسائل عمده در دستور کار تشدید فشار بر ایران، به خصوص محدود کردن ارتباطات مالی و نفتی کشورهای حاشیه خلیج فارس با این کشور. ابوظبی امروز میزبان این کنفرانس بین‌المللی است درباره بازار نفت و انرژی. یکی از مسائل روز خارج شدن تدریجی ایران از این بازار. در حاشیه این کنفرانس است که مسئول ایران در وزارت خارجه آمریکا امروز گفت آمریکا معافیت 8 کشور واردکننده نفت از ایران را دیگر تمدید نخواهد کرد. براین هوک گفت ایران بدون فشار بیشتر به پای میز مذاکره نخواهد آمد. 80% از بودجه ایران از صادرات نفت تامین می شود، کشوری که بزرگترین حامی تروریسم در دنیاست. او گفت می‌خواهیم دسترسی ایران را به پول نقد قطع کنیم و کارمان را تازه شروع کردیم. گزارش‌ها حاکی است که صادرات نفت ایران ظرف 3 ماه گذشته از هنگام شروع تحریم‌های آمریکا به کمتر از 1 میلیون بشکه در روز تقلیل پیدا کرده. کمتر از نصف در مقایسه با ماه‌های قبل از تحریم. آمریکا می‌گوید می‌خواهد صادرات نفت ایران را به صفر برساند. معافیت 8 کشور تایوان، کره جنوبی، چین، هند، ژاپن، ایتالیا، یونان و عراق 130 روز دیگر، یعنی 11 خرداد به سر می‌رسد. در خلیج فارس ایران گفته است اگر این کشور نتواند نفت بفروشد، هیچ کشور دیگری در منطقه نخواهد توانست نفت بفروشد. تهدیدی به بستن این تنگه هرمز که حالا یک ناو هواپیما برای آمریکایی که تقریبا 3 هفته پیش وارد آب‌های خلیج فارس شد، چهارچشمی مواظب اوضاع است. گزارش شده که آمریکا و لهستان قرار است ماه آینده کنفرانسی در سطح عالی درباره ایران در ورشو برگزار کنند برای تدارک فشار بیشتر. کسرا نجی، بی بی سی. تیم ملی فوتبال ایران به مرحله 1/8 نهایی جام ملت‌های آسیا صعود کرد. ایران در بازی دوم با 2 گل سردار آزمون ویتنام را شکست داد و با 6 امتیاز در صدر گروه دی قرار گرفت. ایران در بازی اولش 5-0 یمن رو برده بود. مسابقه دیگر این گروه بین عراق و یمن از دقایق پیش شروع شده. ایران در آخرین بازی گروهش همین چهارشنبه با عراق مسابقه میده. پوریا ژافره خبرنگارمون از ابوظبی با ماست. شاهد بازی بودی، بیشتر بهمون بگو پوریا. بله، ببینید که طرفدارای ایران خیلی خوشحال هستن از گل بودن. اگر که اجازه بدن که من حداقل بگم به بینندگان که چه اتفاقی افتاد توی این مسابقه، که البته اجازه نمیدن. یه ذره اجازه بدیم بچه‌ها. خلاصه ایران با بعد 2-0 که جلوی ویتنام پیدا کرده دست بالاتر گرفته. عراق تو بازی بعدی خودش با یمن باید گل‌های زیادی رو بزنه که قبل از اون مسابقه‌ای که همه دارن الان ازش صحبت میکنن چند روز دیگه در دبی برگزار میشه مقابل عراق، بلیتاش همه به فروش رفتن. اونجوری که ما خبر داریم مسابقه فوق‌العاده حساسی خواهد بود و حتی ایران با یک مساوی هم میتونه صدرنشین گروه بشه. ولی که اینا حسابی از ایران
خب پوریا بگو که با این برد وضعیت ایران چی میشه در این گروه؟ جا خانم های ایرانی اینجا خالیه. وضعیت ایران خیلی الان وضعیت مناسبی است. فکر میکنم که کارلوس کیروش هم خیلی خوشحال بوده امروز که تونست بازیکنهای جدیدی رو امتحان بکنه. از 23 نفری که الان اینجا اومدن نزدیک 17 تاشون به زمین رفتن توی بازیهای مختلف دوتا بازی که ایران انجام داده. به نظر میرسه که هر 23 نفر آماده هستن که برای اون بازی آخر جلوی عراق و ترکیب هم اصلا مشخص نیست. یعنی اتفاقی که افتاده اینیه که کسی نمیدونه که ایران در روز بازی با عراق چه کسایی رو میخواد به زمین بفرسته. اما از طرف دیگه میدونیم که در تورنمنت های عمده مثل این جایی که ایران 43 سال قهرمان نشده، راه رسیدن به فینال میتونه خیلی مهم باشه. اینکه با کدوم تیما روبرو میشه و قطعا صدرنشین بودن باعث میشه که ایران دوباره برگرده تمام مسابقات خودش رو اینجا در ابوظبی انجام بده و مشخصا تعداد تماشاگرای بیشتری هم خواهند اومد که ایران رو تشویق بکنن. با وجود این تعداد پرشوری که میبینید، تعداد خیلی زیادی امروز تو استادیوم نبودن، بعضی جاها خالی بود، ولیکن احتمالا از بازی عراق به بعد تعداد بیشتری از ایرانی ها رو خواهیم دید. دقیقاً بازی بعدی مقابل عراق خواهد بود. فکر می‌کنی که 4 نفریم، یه نفر تماشاگران اصلا نکردید. پوری مزام می‌خوام فکر کنم تو داری حرف می‌زنی. بازی بعدی مقابل عراق خواهد بود. این بازی چطور پیش بینی میشه؟ ببینید ایران و عراق با همدیگه چندین بار در جام ملت‌ها بازی کردند. دفعاتی بوده که ایران برنده شده، دفعاتی هم بوده که عراق برنده شده. ولی مسئله اینجاست که دفعه آخری که ایران از جام ملت‌ها حذف شد 4 سال پیش جلوی تیم عراق بود، وقتی که در اون بازی که ایران یه اخراجی هم داد و به ضربات پنالتی کشیده شد. بعضی از اون بازیکن‌ها مثل وریا غفوری، مثل علیرضا جهانبخش، مثل مسعود شجاعی الان بعد از 4 سال اومدن و می‌دونم که تو فکر خیلی‌هاشون صحبتایی که می‌کنن این هست که بتونن انتقام اون 4 سال پیش رو جلوی عراق بگیرن، حداقل بتونن تو گروه خودشون صدرنشین بشن و یک اعلام خطری هم به بقیه تیم‌ها بکنن که ایران اینجا مدعی قهرمانیه. متشکرم از تو پوریا ژافره و همینطور طرفداران پرشور تیم ایران از ابوظبی. وزیر خارجه آلمان به هفته نامه اشپیگل گفته اروپا تلاش میکند ظرف هفته‌های آینده کانال تبادل مالی با ایران را ایجاد کند. هایکو ماس گفته با توجه به مخالفت‌های آمریکا، پیدا کردن کشوری که آماده باشد دفتر مرکزی این سازوکار را در خود جا دهد سخت است. بیشتر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود مسئولیت اجرایی این طرح به عهده اروپا است. بعضی از رسانه‌ها در ایران به شدت از سیاست دولت حسن روحانی و به ویژه وزارت خارجه در پیگیری این موضوع انتقاد کردند و میگویند اروپا در این راه جدی نیست. مهران براتی پژوهشگر و کارشناس روابط بین‌الملل از برلین آلمان با ما هستند. آقای براتی، شنیدیم در مورد انتقادات در ایران. فکر میکنید واقعا چقدر این انتقادها درستی که اروپا در این راه جدی نیست؟ همین وزیر خارجه آلمان که به نظر میاد خیلی جدیه در این زمینه، به نظر نمیاد که آلمان رو داره به عنوان میزبانی برای شروع این سازوکار مالی پیشنهاد میکنه؟ خب تا 2 هفته پیش به نظر میرسید که مرکز ایجاد اون نهاد مالی، نهادی که قراره وسیله‌ای باشه برای مبادلات مالی و تجاری ایران، در فرانسه باشه. ولی صحبتی که وزیر خارجه آلمان میکنه به نظر میسه هنوز این روشن نیست، ولی حدس من بر این است که این نهاد کجا باشه روشن هست، ولی کاملا آگاهانه میخوان این مسئله رو پنهان نگه دارن از آمریکا که نتونه به موقع اقدامات تلافی جانانه انجام بده. دو مسئله رو وزیر خارجه آلمان در مصاحبهش مطرح میکنه. یک این که آلمان در جهانی که در اون ملیتگرایی روز به روز در حال رشد، تاکید بیشتری داره با اتحادیه اروپا بر چند قطبی بودن تأمین امنیت بین المللی و برجام رو یکی از نمود و نمادهای این گونه تأمین امنیت بین المللی از طریق نظام چند قطبی جهانی میدونه، اروپا و آمریکا و روسیه و چین. حال این مسئله مورد خطر قرار گرفته و آلمان تأکید داره که میخواد در این جهت ادامه بده. از طرف دیگه نکته دیگری که ایشون بهش اشاره داره اینه که اون چی که ما میخوایم در رابطه با نهاد مالی انجام بدیم
یک اقدام مقابل جویانه با آمریکاست و آمریکا و شخص ترامپ هم سعی میکنه به طرق مختلف فشار وارد بیاره به ما و جلوی این کار رو بگیره. علت عقب افتادن این مسئله هم وجود این فشار هاست، ولی ایشون فعلا خوشبین‌تر از 4 ماه 5 ماه پیش هستن در کنفرانسی که با سفرای آلمان در جهان در آلمان گذاشته بودن. اون زمان اینچنان خوشبین نبودن، ولی الان اظهار خوشبینی میکنن که این ممکن خواهد. میگید که محل این کانال تبادل مالی با ایران هنوز اعلام نشده چون نگران تلافی آمریکا هستند. به هر حال آمریکا در یک زمانی سعی خواهد کرد که تلافی بکنه. آیا فکر میکنید سازوکاری پیش بینی شده برای مقابله با این تلافی، اقدامات تلافی جویانه آمریکا؟ خب این نهاد SPV که در نظر گرفته شده نهادی است که میتونه عمل بکنه، ولی مسئله اصلی مسئله دامنه اونه. آیا دامنه این امکان ایجاد مبادلات مالی و تجاری با ایران اونقدر هست که مشکل مالی ایران رو حل بکنه یا نه؟ یک مسئله اساسی که در مرکز ثقل اون قرار داره مسئله فروش نفته، که اگر بخواد ایران به هر صورت به پول به سرا به پولها به ارزهای غربی دست پیدا بکنه، امکانش از طریق این خیلی زیاد نیست، محدود هست. ولی این نهاد برای شرکت‌های سرمایه گذار کوچک و متوسط میتونه مؤثر باشه، به ویژه در زمینه ایجاد اشتغال در ایران، ولی دامنه عمل مالیش نمیتونه اون چنان گسترده باشه که مشکل ایران رو حل بکنه. فکر میکنم که اینا برانن که نفت ایران در حدود 1/3 تولیدی که الان داره بتونن به اصطلاح برای در مقابل در ازای صادرات اون از طریق مبادلات بین کشوری بتونن منابعی رو در اختیار ایران بگذارن که بتونه احتیاجات خودش رو از اروپا وارد کنه. بیشتر از اون در زمینه نفت نخواهند تونست کاری بکنه. در زمینه سرمایه‌گذاری کوچک امکان این نهاد بیشتر هست. متشکرم از شما مهران براتی، پژوهشگر و کارشناس روابط بین الملل از برلین. خبرگزاری رسمی سوریه سانا میگوید جنگنده‌های اسرائیل دیشب به مناطق در اطراف دمشق چند موشک شلیک کردند که به گفته سانا پدافند سوریه بیشترشان را منهدم کرده. سوریه گفته در این حمله فقط انباری در فرودگاه دمشق آسیب دیده. دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است گفته دو منطقه که نیروهای ایران و حزب الله لبنان در آن مستقرند هدف حمله قرار گرفتند. اسرائیل به روال معمول به این خبر واکنشی نشان نداده. با ادامه تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا، رکورد بیشترین تعطیلی دولت شکسته شد. 1/4 از ادارات دولتی آمریکا 22 روز از تعطیل هستند و حدود 800 هزار کارمند سر کار نرفتند. اختلاف بر سر بودجه میان کنگره و دونالد ترامپ رئیس جمهوری باعث تعطیلی دولت شد. آقای ترامپ می‌خواهد کنگره بیش از 5 میلیارد و 700 میلیون دلار به ساختن دیوار در مرز مکزیک اختصاص داد. خبرنگارمون بهمن کلباسی از نیویورک گفت هیچ نشانی برای یافتن راه حلی به این موضوع دیده میشه. دیروز دیدیم که آقای ترامپ پیشنهاد کرد که یعنی گفت که از بودجه اضطراری برای ساخت این دیوار استفاده خواهد کرد. از طریق کنگره به نظر نمیاد که هیچ یک از طرفین در واقع در موقعیتی قرار داشته باشن که انعطاف از خودشون نشون بدن. در نتیجه راه معمولش که کنگره بودجه رو تصویب بکنه و اون بودجه‌ای که آقای ترامپ میخواد برای دیوار مرزی رو اختصاص بده وجود نداره. اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان شدیداً مخالف این دیوارن و هم میگوین که آقای ترامپ در گذشته وعده داده بود که پولش رو از مکزیک میگیره، حالا اومده پولش از مالیات دهنده آمریکایی میخواد بگیره. و دومی که میگوین اساساً دیوار مرزی مؤثر نیست در جلوگیری از ورود مواد مخدر و افراد. در نتیجه به نظر نمیاد که اونها تغییر موضع بدن. همونطور که گفتی راه حل دیگه‌ای که در کاخ سفید مطرح شده ولی آقای ترامپ دیروز گفت که هنوز وقت استفاده ازش نرسیده ولی داره خیلی جدی بهش فکر میکنه، همین است که وضعیت اضطراری ملی اعلام بکنه. وضعیت اضطراری ملی رو معمولا برای شرایط جنگی در نظر میگیرن، شرایط خیلی ویژه که وقت به رئیس جمهور اجازه میده که دور بزنه کنگره رو و دست ببره تو بودجه و از یک بودجه یک اداره دیگه، یک
سازمان دیگه برداره و خرج یک چیز دیگری بکنه بدون اینکه کنگره تصدیق بکنه. اون رو هم همونطوری که گفتم آقای ترامپ دیروز گفت که هنوز ما نرسیدیم به اون مرحله که بخوایم ازش استفاده کنیم و به نظر میاد که ترجیح میدن آخرین گزینه باشه و به تبعاتش هم این است که بسیاری معتقدن اگر آقای ترامپ چنین کاری بکنه اون وقت رؤسای جمهور بعدی ممکنه برای مسائل خیلی پیش پا افتاده دیگری از این اعلام شرایط اضطراری استفاده بکنن و اون وقت بودجه رو اونجوری که دلشون میخواد به شکل بدن و این خیلی کنگره رو تضعیف میکنه. ولی به هر حال غیر از بحث‌های حقوقی و سیاسیش وضعیت طوری است که حدود 400 هزار نفر از این 800 هزار نفر عملاً سر کار نمیرن و حقوقشون هم از دیروز نگرفتن، بقیه‌شون هم مرخصی یعنی رفتن سر کار و بدون حقوق دارن کار میکنن و تاثیرش رو حتی در فرودگاه الان میتونیم ببینیم. مثلا فرودگاه شهر میامی که فرودگاه بسیار بزرگی هست، اونجا بخشی رو تعطیل کرده بازرسی رو، در چه صف‌های بسیار طولانی شکل میگیره برای اینکه افراد بتونن سوار هواپیما بشن. وزارت خارجه، وزارت دادگستری، وزارت دارایی، اینا همه کارمنداشون یا سر کار نیستن یا تعداد خیلی کمتری سر کار هستن. در مجموع ارباب رجوع با مشکلات خیلی زیادی الان داره روبرو میشه، غیر از خود کارمندا که حقوقشون رو نمیگیرن. متشکرم از تو بهمن کلبسی در نیویورک. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز پی می‌گیریم. آمریکا میگوید معافیت 6 ماهه کشورهای خریدار نفت از ایران را تمدید نخواهد کرد. وزیر خارجه آلمان به هفته‌نامه اشپیگل گفته اروپا تلاش می‌کند ظرف هفته‌های آینده کانال تبادل مالی با ایران را ایجاد کند. در ادامه برنامه گزارش بی بی سی فارسی از جنگ با داعش در مرز عراق و سوریه. سازمان دیدبان حقوق بشر اسدالله خالد سرپرست جدید وزارت دفاع افغانستان را به دست داشتن در شکنجه افراد و آزار جنسی زنان و دختران متهم کرده. در گزارش تازه این نهاد آمده با منصوب کردن آقای خالد به عنوان وزیر دفاع افغانستان زنگ خطر نه تنها در کابل بلکه برای کمک کنندگان به افغانستان هم به صدا در آمده. آقای خالد پیش از این هم سمت‌های مهم دولتی از جمله ریاست امنیت ملی افغانستان را بر عهده داشته. خبرنگارمون علی حسینی از کابل با ماست. بیشتر بهمون بگو از جزئیات این گزارش دیدبان حقوق بشر در افغانستان. دیدبان حقوق بشر گفته که شواهد معتبری از نقص حقوق بشر و جنایت جنگی در زمانی که آقای خالد والی قندهار بوده وجود داره. در گزارش استناد کرده به یک سند داخلی دولت کانادا که در او آمده که اتهام‌های نقض حقوق بشر آقای خالد متعدد و متکرر بوده و همچنین نقل قول کرده از یکی از مقام‌های پیشین نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما که وزیر پیشین مهاجرین دولت کانادا بوده که این اتهام‌ها در آمده و از قول این آدم آمده که آقای عامل کشته شدن 5 نفر از کارمندان سازمان ملل متحد در سال 2007 آقای خالد را خوانده و همچنین گفته که در موضوع اذیت و آزار جنسی و جنسی زنان و دختران آقای خالد مستقیما درگیر بوده و در گزارش آمده که آقای خالد این افرادی را که مورد آزار جنسی علیه آنها شده تهدید کرده و گفته که این موضوع را با کس در میان نمیگذارند و اگر بگذارن خودشان و خانوادهشان کشته میشن. وزارت دفاع افغانستان که چند وقتی است آقای خالد سرپرستی آن را به عهده گرفته و قرار است به عنوان وزیر در مجلس نمایندگان افغانستان معرفی شود، حالا یا رأی اعتماد بگیره یا نگیره، وزارت دفاع امروز گفته که حاضر نیستن در این موضوع ابراز نظر کنه. اما قبلا هم در اتهام‌های مشابهی که مطرح شده بود آقای خالد بی اساس گفت اتهامات را و گفت که به خاطر شخصیت کشی مطرح میشه و هیچ اسنادی وجود نداره که این اتهامات را ثابت کنه. متشکرم از تو علی حسینی در کابل. انفجار در یک نانوایی در پاریس دست کم 4 کشته و 20 زخمی به جای گذاشت. 2 نفر از کشته شده ها از آتش نشان ها هستند. پلیس گفته علت انفجار نشت گاز بوده. این انفجار در یکی از مناطق توریستی روی داده و به چند ساختمان و خودرو آسیب زده. انفجار کمی قبل از آغاز نهمین تظاهرات جلیق زردها در پاریس روی داد. و
اینها هم تصاویر زنده هست از ادامه این اعتراض ها، اعتراض گروه جلیقه زرد ها که با اعتراض به وضعیت گرانی سوخت آغاز شد و به دیگر بخش ها هم سرایت کرد. همونطور که گفتیم این نهمین آخر هفته پیاپی هست که معترضان به خیابان میان، هرچند که آقای مکرون وعده یک سری اصلاحات اقتصادی داده، به نظر نمیاد که معترضان راضی شده باشند. هفته گذشته هم یکی از رهبران این معترضان دستگیر شد، هرچند در تصاویری که الان میبینیم نسبت به هفته های گذشته، مخصوصا هفته های آخر سال میلادی گذشته، تعداد معترضان و این گروه موسوم به جلیقه زردها در خیابان خیلی کمتر شده. کاخ سفید یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز را مضحک خوانده که گفته بود پس از آنکه دونالد ترامپ جیمز کومی رئیس پلیس فدرال آمریکا را اخراج کرد، FBI تحقیقاتی را شروع کرد تا ببیند آیا دونالد ترامپ مخفیانه برای روسیه و در جهت منافع آنها کار می‌کرده. جیمز کومی در زمان باراک اوباما به ریاست FBI منصوب شد و به دلیل اختلافش با آقای ترامپ در پی تحقیقات درباره احتمال ارتباط او و روسیه برکنار شد. کانادا به رفع محمد قانون، دختر 18 ساله عربستانی که بعد از فرار از دست خانوادهش به تایلند رفته بود، پناهندگی داد. او دیشب از بانکوک به سئول و از آنجا راهی تورنتو شد. خانم قانون پیشتر در مصاحبه‌ای با BBC گفته بود دیگر اسلام را قبول ندارد، جرمی که در صورت بازگشت به عربستان مجازاتان اعدام خواهد بود. یک تلفن همراه هوشمند، یک حساب توییتری که با عجله ساخته شده و انتشار جملاتی که حالا جان این نوجوان 18 ساله عربستانی را نجات داده. اتاقم را ترک نمی کنم تا اینکه کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل را ببینم. پناهندگی می خوام. رحف که با خانواده به کویت سفر کرده بود، شنبه گذشته از دستشان فرار کرد تا از طریق تایلند به استرالیا برود. وقتی به تایلند رسید، یک مقام عربستانی پاسپورت او را گرفت و در فرودگاه سرگردان شد. کشمکشی 48 ساعته با پلیس تایلند که ادعا می‌کرد او مدارک لازم برای مسافرت را به همراه ندارد. نهایتاً به او گفته شد که او را به کویت باز می‌گردانند، جایی که خانواده‌اش منتظرش هستند. رحف وسایل را پشت در اتاق هتلش در فرودگاه بانکوک گذاشت و بعد از توییتر برای رساندن پیامش به گوش مسئولان و رسانه‌ها استفاده کرد. رشته توییت هایی در مورد بدرفتاری مردان خانواده و سخت گیری های آنها، اذیت و آزار جسمی و روحی که بالاخره جواب داد. توجه رسانه ها و نهادهای حقوق بشری به درخواست های او جلب شد. او گفته بود اگر به عربستان برگردد آنها او را می کشند. برادر و پدرش برای بازگرداندنش به تایلند آمدند. او حتی حاضر به دیدارشان نشد. مسئولان سازمان ملل برای گرفتن پناهندگی ابتدا سراغ استرالیا رفتند. استرالیا اعلام کرد که تقاضای پناهندگی خانم قانون را بررسی می کند، اما گفت شرایط ویژه‌ای برای او در نظر نمی گیرد. احتمالاً به خاطر قوانین سخت گیرانه این کشور در قبال مهاجران، کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل ترجیح داد از کانادا که موضع نرمتری نسبت به پناهجوها دارد درخواست کند. درخواستی که پذیرفته شد. کمی بعد از بلند شدن پروازش از بانکوک، جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم پذیرش درخواست پناهندگی او را تأیید کرد. کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل از کانادا درخواست کرد که خانم قانون را به عنوان پناهنده بپذیره و ما درخواست اونها را قبول کردیم. خوشحالیم که این کار رو میکنیم، چون کانادا حمایت از حقوق بشر و حقوق زنان در سراسر جهان رو مهم میدونه. رحف اولین زنی نیست که از عربستان برای پناهندگی به کشورهای دیگر فرار میکند. طبق آمارهای غیر رسمی، سالانه حدود 600 تا 1000 زن جوان عربستانی بین سنین 17 تا 24 سال از این کشور به خاطر شرایط و قوانین سخت گیرانه فرار میکنند. قوانینی مثل نیاز به اجازه مردان خانواده برای گرفتن پاسپورت، سفر خارجی، ازدواج و حقوق ابتدایی دیگری که زنان بسیاری در جهان از آن برخوردارند.
ماجرای رحف حالا برای بسیاری از زنان در خاورمیانه انگیزه ایجاد کرده. عده‌ای حتی این را جرقه یک انقلاب در عربستان سعودی می دانند. مهدی بیگی، بی بی سی. چندی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد بر داعش پیروز شدند و برای همین نیروهای آمریکا از سوریه بیرون می روند. خروج آنها از دیروز شروع شده و قرار است آنها در چند مرحله از سوریه خارج شوند. اما در مرز عراق و سوریه وضع فرق می کند و ارتش آمریکا به همراه نیروهای فرانسوی در آنجا توپخانه جدیدی برای مقابله با داعش راه انداختند. نفیسه کوهنورد خبرنگار ما در منطقه دسترسی اختصاصی به این توپخانه نیروهای ائتلاف داشته و میگوید شلیک ها به مواضع داعش از آنجا تقریبا شبانه روزی است. خبر رسیده که دشمن در تیررس است و همین نزدیکی ها. اینجا توپخانه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکاست که حدود یک ماه پیش در آخرین نقطه خاک عراق لب مرز سوریه به پا شده. اینجا که نیروهای آمریکایی، فرانسوی و همچنین ارتش عراق در امتداد هم قرار گرفتن و مواضع داعش رو در خاک سوریه هدف قرار میدن. بیش از 200 سرباز آمریکایی و فرانسوی در این توپخانه در حال آماده باشه دائمی اند. برای پشتیبانی از نیروهای همپیمان ائتلاف ضد داعش در دو سوی مرز. یه کاروان از داعش در امتداد رودخونه در حال حرکت بودن و از اینجا میشد اونا رو دید. اونا از صحرا به سمت شمال در حرکت بودن و میخواستن به نیروهای دموکراتیک سوریه حمله کنن. کاروانشون بزرگ بود؟ فکر کنم حداقل چیزی حدود 6 تا ماشین پر از نیروهای داعش بود که چند بار بهشون شلیک کردیم. این تصویری از آن طرف مرز و آنچه از شهر کوچک حجین به جا مانده. شهری که تا حدود 3 هفته پیش سیطره داعش بود و نیروهای دموکراتیک سوریه که بیشترشان کردهای سوری هستند با حمایت آمریکا آن را پس گرفتند. اطراف حجین اما هنوز در کنترل نیروهای داعش است. واقعیت اینه که داعشی ها خیلی فعالن و به طور سیال میتونن دائم در حرکت باشن. میتونن راحت قاطی جمعیت شن و یه وانت بردارن و خیلی راحت و سریع خودشون نزدیک مرز عراق یا حجین در سوریه برسونن. سفر ما به قرارگاه های مرزی ارتش آمریکا در عراق چند روز قبل از اعلام تصمیم ناگهانی دونالد ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه بود. حالا که ما پیروز شدیم زمان برگشتنه. به زودی میبینیمشون. هرچند بعد از آن او تاکید کرد که در عراق میمانند. منابع ارتش آمریکا هم به ما گفتند حتی اگر سربازان آمریکایی سوریه را ترک کنند این پایگاه برای ادامه نبرد با داعش پا بر جا خواهد ماند. احتمالاً با نقشی مهمتر در این جنگ. نفیسه کوهنورد، بی بی سی، مرز عراق و سوریه. نسخه بلندتر گزارش نفیسه را میتونید در برنامه 60 دقیقه امشب ما ببینید. در برنامه امروز هشتگ شما به بهانه حکم جدیدی که یک دادگاه تجدید نظر درباره پرونده یک شهروند بهایی صادر کرده به مواضع حکومت ایران در برابر بهاییت و محدودیت هایی که برای بهاییان در ایران وجود دارد میپردازیم. اگر شما یا نزدیکانتون تجربه ای از این محدودیت ها یا برخورد های قضایی دارید در برنامه امروز هشتگ شما شرکت کنید. میتونید از طریق یکی از این راه ها که الان روی صفحه تلویزیون میبینید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفن خودتون رو میتونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید که هست @BBC شما. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت تهران. به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی BBC هست.